بعضی از بیماران دیابتی خانم که در حال مصرف متفورمین برای کنترل دیابت هستند و حالا باردار شدن، این سوال براشون پیش اومده که مصرف متفورمین در بارداری آیا مجاز هست یا خیر. همینطور خیلی از خانمایی که مشکل شایع تختان‌های پولیکیستیک دارن و در حال استفاده از متفورمین برای درمان بیماریشون هستن و حالا یا قصد بارداری دارن یا باردار شدن، همین سوال برای اینها مطرح شده که آیا به استفاده از دارو در حین بارداری ادامه بدن یا نه. همینطور بعضی خانمای باردار که دچار قند بالای بارداری شدن و قبلا دیابتی نبودن، متوجه شدن پزشکشون براشون متفورمین تجویز کرده و برای اینها هم سوال پیش اومده که آیا پزشکشون کار درستی انجام داده یا نه. حتی برای خیلی از پزشکان هم گاهی این ابهام ایجاد میشه که تا جایی که یادمونه مصرف داروهای خوراکی دیابت در بارداری مجاز نیست. چرا توی نسخه بعضی از پزشکا دیده میشه برای خانم باردار متفورمین نوشتن؟ من دکتر حمید سجاد هستم، متخصص داخلی. توی این ویدیو میخوام به سایت معتبر آپ تو دیت مراجعه کنم که مرجع معتبر تمام پزشکان دنیاست و ببینیم محققان این سایت نظرشون چیه. شاید بد نباشه یه اشاره به این سایت بکنم که این سایت معتبرترین تحقیق‌ها رو بررسی می‌کنه و بهترین نتیجه‌گیری‌ها رو در اختیار پزشکانی که تبابت می‌کنن و اطلاعات کاربردی معتبر نیاز دارن قرار میده. سایت آپ تو دیت معتقده انسولین درمان خط اول خانم‌های باردار دیابتی هست و از متفورمین به عنوان یک درمان جایگزین در مواردی که مشکلاتی در مصرف انسولین وجود داره استفاده میشه. این مشکلات میتونه به هر دلیلی باشه. مثلا بعضی بیمارها هستن انسولین رو قبول نمی‌کنن، که خود همین مسئله هم یه مشکلی توی جامعه است و من می‌خوام یه ویدئویی در همین زمینه تهیه کنم. بیمارها بدون دلیل مشخصی میگن ما انسولین نمی‌خوام، حاضرم به قرصاشون اضافه کنن ولی انسولین نزن. گاهی بیمار قبول میکنه که انسولین بزنه ولی نمیتونه درست استفاده کنه. از نظر اثر درمانی هر دو این روش ها مؤثر هستن. اینکه در دیابت بارداری انسولین خط اول هست و متفورمین خط دوم یا یه داروی کمکی هست رو همه محققان قبول دارن. ولی در کنار این مسئله گایدلاین های مختلف و مؤسسات تحقیقاتی مختلف عقاید خاصی هم دارن که شنیدنشون به درد میخوره. مثلا بعضی ها عقیده دارن که با انسولین کاهش قند بیشتری دیده شده. از طرف دیگه بعضی خانم هایی که فقط تحت درمان با متفورمین بودن قندشون خوب کنترل نشده و لازم شده در کنار متفورمین از انسولین هم استفاده بشه. انجمن متخصصین زنان و همینطور انجمن دیابت آمریکا هر دو انسولین رو بهترین درمان دیابت بارداری معرفی کردن و صراحتا اشاره کردن که در بعضی موارد میشه از متفورمین هم استفاده کرد. ولی سازمان غذا و داروی آمریکا یا همون FDA مصرف متفورمین رو در بارداری مجاز نمیدونه. در این حال انجمن دیابت آمریکا محدودیت‌هایی رو برای مصرف متفورمین در بارداری ایجاد کرد. به این ترتیب که خانمایی که سابقه فشار خون از قبل از بارداری دارن، خانمایی که فشار خون بالای بارداری دارن، خانمایی که در ریسک نوزاد با رشد کم هستن، مصرف متفورمین برای این خانم‌ها مجاز نیست. محققین معتقدن انسولین باید خط اول درمان باشه برای اینکه بهتر میشه باهاش قند رو کنترل کرد و با کم و زیاد کردن دوز انسولین تسلط بیشتری روی کنترل قند داری. انجمن متخصصین زنان آمریکا معتقده انسولین میتونه خط اول درمان برای خانم‌های بارداری باشه که دیابت در اونها از قبل از هفته 20 کش شده باشه و کسی که قند ناشتاش بیش از 110 باشه و قند یک ساعت پس از غذا بیش از 140 باشه و وزگیری مادر بیش از 12 کیلو باشه. به همین دلیل بعضی ها معتقدند در شرایطی که فقط قند ناشتا مختصری بالا هست بهتر از متفورمین استفاده کرد. نکته قابل ذکر این که هنوز تأثیر طولانی مدت داروی خوراکی دیابت مشخص نیست. این که میگن داروی خوراکی چون علاوه بر متفورمین از داروی گیلیبوراید هم گاهی استفاده میشه. خب حالا که بحث دیابت بارداری مطرح شد، خوبه یه اشاره هم بکنم به روش درمان و هدف درمانی دیابت بارداری. در شرایطی که قند ناشتا بیش از 95 باشه و قند یک ساعته پس از غذا 130 تا 140 باشه و قند دو ساعته بیش از 120 باشه، باید حتما اقدام به درمان کرد. به این ترتیب که به خانم باردار اصول درست تغذیه آموزش داده میشه، اگه لازم باشه از کمک یک متخصص تغذیه هم استفاده میکنه.
اگر با یک هفته تغذیه درمانی درست مشکل حل نشد، دیگه باید از دارو استفاده کرد. خانمایی که در حال مصرف انسولین هستن، توصیه میشه قند ناشتا و قند یک ساعت یا دو ساعت پس از هر غذا چک بشه. هدف درمانی اینه که قند ناشتا کمتر از 95 باشه و قند یک ساعت کمتر از 130 تا 140 باشه و قند دو ساعت کمتر از 120 باشه و همه این شرایط باید رعایت بشه. اگه تا حالا عضو کانال من نبودین، همین الان عضو شین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنین تا در جریان بروزترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرین. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو بدم.